به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه شنبه چهارم ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز در خط چند خبر. رسیدن شمار از ثبت نام های رای دهندگان به بیشتر از 6000 در یک روز در سراسر کشور. ما در روزهای اول اگر باشیم ما 4000 ثبت نام داشتیم، ولی در یک روز که دیروز بوده 6500 6 نفر خود ثبت نام کرد. ولایت کندهار در صدر ولایت ها در ثبت نام های رای دهندگان و ولایت های غزنی و بردک در پایین ترین سطح. نهایی شدن پرونده های فساد داری دو وزیر حکومت پیشین از سوی لوی سارنبالی. فاضل قضات اندک پیش این موضوع را با من در میان گذاشت که پرونده های دو وزیر کابینه پیشین نهایی شدند. ادعای وزارت معارف و طالبان برای بازگشایی تمامی مکتب ها در ولایت کندز. و تاکید رئیس جمهور چین بر گسترش همکاری های امنیتی در نشست وزیران دفاع شانگهای. جازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسر مستقل انتخابات میگوید که در دهمین روز ثبت نام های رای دهندگان در سراسر کشور بیشتر از 6500 تن ثبت نام کردند. معاون عملیاتی این کمیسیون این آمار را بیشتر از آمارهای ثبت نام کنندگان در روزهای نخست میداند. در این حال شمار از دانش آموزان مکتب ها و باشندگان پایتخت با ثبت نام هایشان در فهرست نام های رای دهندگان از مردم میخواهند که برای شرکت در انتخابات ثبت نام نمایند. آنیسا شهید گزارش می‌دهد. قاری عبدالظاهر که در یکی از مسجدهای کابل به کودکان و نوجوانان قرآن می‌آموزد، در این مرکز ثبت نام‌های رای دهندگان آمده است تا برای شرکت در انتخابات ثبت نام کند. ما امانت خود به کسایی می‌دهیم که با زود دنیا از گریبانشان می‌گیریم اگر برای مملکت ما خیانت کرد. مسئولان این مرکز در منطقه مکروریان کابل میگویند که در این مکتب روزانه در حدود 100 تن ثبت نام میکنند. میخوایم الگو باشیم برای کسایی که نمیتونند و نمیایین اینجا که به خود ثبت نام بکنند. اولین بار ماست که آمدیم، میخوایم در انتخابات شرکت کنم. در همین حال این مقام پیشین وزارت امور داخله در یک نشست در ولایت پروان از مردم میخواهد ثبت نام نمایند و در انتخابات شرکت کنند. تا زمانی که ما در افغانستان یک انتخابات شفاف و یک انتخابات بدون تقلب نداشته باشیم، یقینا به بدبختی های مردم افغانستان ما نمیتونیم مرهم بگذاریم. حکومت از بهره تشویق کارمندان دولت بر بنیاد یک جدول زمانی مشخص رخصتی داده است تا کارمندان این نهادها ثبت نام نمایند. بر بنیاد این طرح حکومت روز دوشنبه وزارت‌های امور خارجه و مالیه، لوی سارنوالی و ارگان‌های محلی رخصت بودند. ما در روزهای اول اگیاتون باشیم ما 4000 ثبت نام داشتیم، ولی در یک روز که دیروز بوده 6500 6 نفر خود ثبت نام کرده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون 370669 تن که 87000 تن آنان زنان هستند ثبت نام کردند. آمارهای ثبت نام های رای دهندگان که در هفته نخست این روند به طلوع نیوز رسیدن نشان میدهند که در ولایت کندهار به گونه میانگین روزانه بیشترین باشندگان این ولایت ثبت نام کردند، اما ولایت های غزنی و میدان بردک گواه کمترین ثبت نام های رای دهندگان بودند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که در کنار مشکلات امنیتی، اندک بودن آگاهی و به اعتمادی مردم بر روند انتخابات از علت های مهم حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام های رای دهندگان بودند. در این باره شریف امیری گزارش دارد. 11 روز از آغاز روند ثبت نام های رای دهندگان میگذرد، اما آنگونه که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار داشت این روند به پیش نرفته است.
اما کندهار از ولایت هایی است که در هفته نخست روزانه گواه بیشترین حضور مردم در روند ثبت نام های رای دهندگان بوده است. روزانه به گونه میانگین در یک مرکز رایدهی در این ولایت 144 تن ثبت نام می کنند. پس از کندهار، ولایت هرات که در هر روز 38 تن ثبت نام کردند، جایگاه دوم را دارد. در ولایت های دیگر نیز حضور مردم در یک روز کمتر از 30 تن بوده است. اما بدخشان، کندوز، غور، میدان وردک و غزنی از ولایت های هستند که روزانه کمتر کسان حاضر شدند که در روند ثبت نام ها شرکت کنند. هر کس به شمول اراکین بلندپایه دولتی توقع مایی هست که برای بسیج کردن مردم از هر نوع امکانات خود استفاده بکنن و اینا رو بسیج بکنن، ثبت نام بکنن. نهادهای ناظر انتخابات حضور مردم را در روند ثبت نام های رای دهندگان اندک می دانند. بی‌اعتمادی مردم روی سیستم انتخاباتی، روی نحوه کار کمیسیون مستقل انتخابات و ای که آرایشان ضایع نشه و به درستی در واقع محاسبه شوه هست، بی‌اعتماد هستن مردم در این مورد. اما وزارت امور داخله از تامین امنیت مرکزهای ثبت نام های رای دهندگان اطمینان می دهد. تلاش داریم به همکاری یکدیگر روی یک برنامه جدید کار بکنیم تا اینکه چگونه میتونیم و این مراکز تامین امنیت بکنیم تا اینکه خدای نخواسته ما شاهد هیچ گونه حادثه در آینده نباشیم. آمارهای یک هفته نخست نشان میدهند که اگر ثبت نام رای دهندگان همین گونه ادامه یابد، تا پایان این روند بدون روستاها و ولسوالی‌ها 1.5 میلیون شهروند افغانستان ثبت نام خواهند کرد، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که در این روند از 10 تا 15 میلیون شهروند افغانستان ثبت نام کنند. این اظهارات در حال صورت میگیرند که وجود مراکز ثبت نام های رای دهندگان در مکتب ها نگرانی های جدی خانواده های دانش آموزان را به بار آورده است. این خانواده ها میگویند که به علت تهدیدهای امنیتی حاضر نیستند که فرزندانشان را به مکتب بفرستند. در این حال مدیر یکی از مکتب ها در دشت برچی کابل میگوید که ثبت نام های رای دهندگان در این مکتب سبب شده است که 40% از دانش آموزان به مکتب نیایند. در این باره هم شریف امیلی گزارش دارد. این مکتب در نزدیک محل انفجار است. در این مکتب نیز یک مرکز ثبت نام های رای دهندگان وجود دارد. اکنون همه اینان با ترس و هراس به مکتب می آیند و کسان هم هستند که حتی فکر ترک مکتب به سر دارند. تنها هم امروز 10 تا از اولیای شاگرد در اداره ما مراجعه کردند که ما بچه های خود چون سایت انتخاباتی است اینجا، یا شما رخصت کنین یا که برای 30 روز 40 روز تا که سایت در اینجا هستن برای اولادای ما اجازه بدید. این مکتب 16,000 دانش آموز و دختر و پسر دارد. ما از خاطر که اینجا همین انتخابات صورت میگیره زیاد میترسیم، به خاطر انتحاری فامیلی ما میترسه. این مرد را که پسر و برادرزادهش به مکتب میروند، تهدیدهای امنیتی و وجود مرکز ثبت نامهای رای دهندگان در مکتب نگران ساخته است. چند روز است که مکتب نامدن، مگه ما اینجا به خاطر نامنی و مشکلات همین انتجار انتحار مشکلات ها ما نمیخوایم که مکتب بریم به خاطر سایت انتخابات است. اما وزارت امور داخله از تامین امنیت مکتب ها اطمینان می دهد. اگر جای دومی در نظر گرفته شود که هم اطفال مکاتب در مسئولیت باشند و هم بتانیم ما آزادانه او را تامین امنیت بکنیم. در 11 روز گذشته 5 مکان مرتبط به ثبت نام های رای دهندگان در بخش های از کشور گواه انفجارها و رویدادهای ضد امنیت بودند. رئیس جمهور غنی از نهایی شدن پرونده های فسادداری 2 تن از وزیران کابینه حکومت پیشین خبر می دهد. آقای غنی در 4مین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فسادداری در افغانستان هرچند نام این وزیران را فاش نمی سازد، اما می گوید که آنان به زودی در دادگاه های ویژه محاکمه خواهند شد. رئیس جمهور غنی همچنان می گوید که هدف حکومت این است که درآمدهای حکومت تا 6 سال آینده به 8 میلیارد دلار برسد. در این نشست بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان هشدار میدهد که هرگاه با فساد اداری مبارزه جدی نشود، حکومت افغانستان از داخل پوسیده خواهد شد. رئیس جمهور غنی در این نشست اطمینان می‌دهد که حکومت افغانستان نتایج کارهایش را در راستای مبارزه با فساد اداری در نشست سران ناتو در ماه آگوست و نشست ژنو درباره افغانستان در ماه نوامبر ارائه خواهد کرد و از بررسی پرونده های بزرگ فساد نیز اطمینان می‌دهد.
قاضی القضات اندک پیش این موضوع را با من در میان گذاشت که پرونده های دو وزیر کابینه پیشین نهایی شدند و در دادگاه های ویژه آنان محاکمه خواهند شد. پرونده های دیگر نیز زیر بررسی لوئیس هارن‌والی هستند و به زودی به دادگاه ها فرستاده خواهند شد. با گفته او وزیر دفاع ملی 1000 تن از کارمندانش را در مرکز همچون بخش از اصلاحات کاهش داده است و روند ایجاد اصلاحات بیشتر در وزارت‌های امور داخله، مالیه و نهادهای دیگر از بهر ارائه خدمات بهتر و افزایش میزان درآمدها ادامه دارد. اگر با فساد مبارزه نشود، حکومت از داخل پوسیده می شود و جنگ پایان نخواهد یافت. مبارزه با فساد نباید هیچ وقت اولویت دوم باشد. فساد همچون کارد در پشت آن سربازی است که در خط نخست جنگ می‌رزمد و از بهر وجود فساد در زنجیره اکمالاتی، غذا، تیل و مهمات به دست نمی‌آورد. رئیس جمهور غنی در این نشست همچنان اعلام کرد که 49% از اعضای کابینه حکومت زیر 40 سال هستند و از همین رو امید به ایجاد اصلاحات بیشتر وجود دارند. در این حال بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که شفاف بودن انتخابات به مردم اطمینان بدهد. به تاکید می ورزد پول هایی که به افغانستان فرستاده می شود نباید در پایکارهای انتخاباتی با راه های نامش رو به مصرف برسند. در این حال رئیس جمهور غنی بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال روان تاکید می ورزد. جان سابکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک نشست مبارزه با فساد اداری در کابل میگوید که مردم افغانستان از شمارش آرایشان در انتخابات و نیز از شفافیت این انتخابات باید اطمینان یابند. افغانان باید اطمینان داشته باشند که انتخابات به گونه‌ای با اعتبار برگزار خواهد شد و آرای آنان حساب خواهند شد. باید به آنان اطمینان داده شود پول‌هایی که به افغانستان فرستاده می‌شوند برای مقاصد خاص در پیکارهای انتخاباتی و کارهای نامشروع به کار برده نخواهند شد. در همین حال رئیس جمهور غنی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را یک رویداد مهم کلیدی و سیاسی در سال روان می‌داند. موضوع کلیدی و سیاسی در سال روان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. برگزاری انتخابات دموکراتیک به یک چارچوب مشخص مبارزه با فساد در داخل کمیسیون انتخابات نیز نیاز دارد. قرار است که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها به روز 28 ماه میزان برگزار شود. وزارت معارف میگوید که تمامی مکتب ها در کندوز با اثر تلاش های وزارت معارف، مقام های محلی و بزرگان محل برای دانش آموزان باز شدند. رئیس نشرات وزارت معارف میگوید که بر بنیاد سیاست حکومت برای پرداخت تنخواه های آموزگاران، نمایندگی های بانک ها را در ولسوالی های کندوز نیز گشوده است تا تمامی آموزگاران به هیچ نگرانی تنخواه هایشان را از بانک ها دریافت کنند. این در حال است که روز پیش طالبان در اعلامیه گفتند که تمامی مکتب ها در اثر تلاش های این گروه در کندوز دوباره باز شده اند. نبیل اشرفی گزارش می دهد. بر بنیاد آمارهای وزارت معارف از میان بیش از 500 مکتب در کندوز نزدیک به 300 مکتب برای دانش آموزان بسته بودند، اما اکنون در نتیجه تلاش‌های این وزارت و همکاری مردم بازگشایی شدند. با اثر سعی و تلاش همه مسئولین ولایتی، مسئولین معارف، مسافدان محل و علمای کرام مکاتب باز شد. اما پیش از این طالبان در اعلامیه گفتند که تمامی مکتب‌ها در کندوز از اثر تلاش‌های این گروه باز شدند. ما میگم بیاین، در تمام موارد برای یادما حکومت امتیاز داد. در این قسمت بگذارین اونا را امتیاز بدین، ولی مکاتب ما در شهرها، در دهات باز شوه و اطفال ما به مکاتب بره، جوانای ما به مکاتب بره. برخیاش برای باجگیری است، برخیاش برای پولگیری است. برخی هایش هم میخواهند که قباحت زدایی کنند. یک رویداد خونین مثل رویداد پیشی وزارت داخله میفته و چند ماه بعد میبینید که شما طالبات دست به یک عمل نسبتاً معقولی میزنند که میخواهند ما را در یک موقعیت اخلاقی قرار بدن که خوب از این چشم اندازم طالبان را ببینید. پیش از این مقام های محلی گفته بودند که طالبان میگویند که با شرط معتمدی شدن شیوه پرداخت تنخواه آموزگاران در این ولایت مکتب ها را برای دانش آموزان باز نگه می دارند. ادعاهایی را که طالبان نمی پذیرند.
تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. چین میگوید که برای دست یافتن به صلح و ثبات همیشگی در منطقه آماده گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه است. رئیس جمهور چین در دیدار با وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بر گسترش همکاری های امنیتی میان این کشورها تاکید می‌ورزد. در این حال وزیر امور خارجه چین پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان میگوید که تمامی اعضای آن بر همکاری ها برای سرکوب هراس افغانی و جدایی طلبی در 3 سال آینده توافق کردند. رئیس جمهور چین در دیدار با وزیران دفاع روسیه، کازاخستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان و نیز رئیس ارتش قرغزستان و سفیر هند در چین میگوید که بیجینگ برای صلح و ثبات منطقه‌ای آماده افزایش همکاری‌ها با این کشورهاست. پس از این نشست، وزیر خارجه چین با همتایانش از 8 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کرد. وزیران خارجه هند و پاکستان برای نخستین بار به حیث اعضای کامل سازمان همکاری های شانگهای در این نشست حضور دارند. در نشست آستانه سازمان همکاری های شانگهای هند و پاکستان را به حیث اعضای کامل پذیرفت. با این کار همکاری ها و نیز نفوذش بیشتر در جهان افزایش می‌یابد و نفوذ جهانی بیشتر شده است. سازمان همکاری های شانگهای بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان است که توجه جهانیان را جلب کرده است. وزیر خارجه چین هم از توافق اعضای این سازمان در پیکار با هراس افغانی تاکید می‌ورزد. تمامی طرف ها توافق کردند که برای سرکوب هراس افغانی، جدای طلبی و تندروی در 3 سال آینده همکاری های امنیتیشان را گسترش دهند. چین و روسیه بر افزایش اعتبار و نفوذ سازمان همکاری های شانگهای تاکید کردند. چین که بر گفتگوهای صلح آمیز میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید دارد، می‌خواهد که نقش این سازمان در حل تنش‌ها در منطقه افزایش یابد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شبکه اجتماعی تویتر حساب منظور پشتین رهبر جنبش حراست پشتونها در پاکستان دوباره باز شده است. پیش از این حساب تویتر منظور پشتین بسته شده بود. این در حال است که رسانه‌های پاکستانی نمی‌توانند با آزادی کامل اعتراض‌های پشتون‌ها را در این کشور پوشش دهند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت آرا انتصاب مایک پومپیو را همچون وزیر خارجه این کشور تایید کرد. پیشنهاد گماشتن آقای پومپیو همچون وزیر خارجه امریکا در اواخر همین هفته در مجلس سنای این کشور برای‌گیری گذاشته خواهد شد. روسیه تمرین‌های نظامیش را در آب‌های اقیانوس آرام در دریای ژاپن آغاز کرده است. هدف از این تمرین‌های مشترک با ژاپن افزایش توان تهاجمی و دفاعی نیروهای دریایی روسیه است. در این تمرین‌ها بیش از 20 جنگنده، 30 کشتی جنگی، چرخبال‌ها و جنگ‌افزارهای دیگر به آزمایش گرفته می‌شوند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نخستین بانک که تمامی خدمات آن به گونه اسلامی عرضه می شود آغاز به کار کرد. عبدالله عبدالله می گوید که توسعه خدمات بانکداری اسلامی در کشور می تواند در جذب سپرده های شهروندان کشور و بهبود وضعیت اقتصادی اثرگذار باشد و باید خدمات بانکداری اسلامی در کشور مدیریت درست شود تا مردم به این خدمات اطمینان پیدا کنند. در همین حال بانک مرکزی می گوید که هنوز هم به علت سود در بانک ها شهروندان کشور حاضر نیستند سپرده هایشان را در بانک ها بگذارند. زرمینه محمدی گزارش می‌دهد. در اینجا یک بانک تمامی خدمات بانکی را به شهروندان کشور به گونه اسلامی ارائه می‌کند به هدف گسترش خدمات بانکداری اسلامی در کشور آغاز به کار کرد. در افغانستان بانک د مالیه وزارت په مرسته
په یو بل موضوع باندې هم کار کوي چې سکوک ورته یا اسلامیک بونډز تر څو موږ د ولس پیسې د ولس شتمنۍ په ښه طریقه باندې په پروژو کې وکارو. بدون شک آغاز فعالیت های بانکی نخستین بانک تکامل یافته اسلامی ملت مسلمان را تشویق می کند تا سرمایه گذاری و پول هایشان را که به دور از دایره بانک ها مانده است در بانک ها نگهداری کنند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که توسعه خدمات بانکداری اسلامی در کشور سبب بهبود وضعیت اقتصادی در کشور خواهد شد و باید این خدمات مدیریت درست شود. هر شهروندی کشور عادت بگیرن به سیستم بانکی و خدمات بانکی که هم تاثیر دارد در سلامت حکومتداری، در سلامت اجراعات و هم در رشد اقتصاد کشور. با قرار قرار باید زمنگا در مرویج بانکداری چکمه دا دا واوری یا کنورشی زمنگا اسلامی بانکداری تا چه ورس پا ورس پا نره که در پرمختق پلور دن. در حال حاضر بانک های خصوصی و دولتی توانستن که نقدی نهایی 11% از شهروندان کشور را جذب کنند. به علت اندک بودن خدمات بانکداری اسلامی در کشور صدها میلیارد افغانی دیگر نزد 89% از شهروندان کشور به گونه یک راکت وجود دارند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 70 افغانی و 35 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 19 افغانی، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 587 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک ترتیبتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم فوتبال اسرمیاش فاتح رقابت‌های فوتبال چهار جانبه شهر کابل شد. رقابت‌های چهار جانبه فوتبال شهر کابل که به منظور انتخاب نماینده زون پایتخت برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی زون‌های کشور میان چهار تیم اسرمیاش، اردو، مشعل و متحد افغان از درست به این سو برگزار گردیده بود که در نهایت با قهرمانی تیم اسرمیاش به پایان رسید. در 11 روز از رقابت‌های فوتسال دسته یک شهر کابل سپهمروز 3 دیدار برگزار گردید که در نخستین بازی ستاره آزادی 6-4 جوانان فیصل شریف را شکست داد. جوانان پنجشیر 3-0 مغلوب هدایت الکترونیک شد و دیدار تیم‌های کابل کلاب و علامه نیز وانچه 6-6 مساوی به پایان رسید. رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کابل هم سالا با شرکت 20 تیم از باشگاه‌های مختلف شهر کابل برگزار می‌گردد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.